اگر شرایط اینجوری شد که یک جایی، یک حرفی، یک برخوردی مواجه شدیم باهاش که انقدر عصبانیتون کرد که نمیتونید، هر آن احتمال این وجود داره که شما بخواید یک برخوردی انجام بدین، یک برخوردی که خیلی تکانشیه، یک برخوردی که ممکنه تبعات خیلی بدی داشته باشه، اولین کاری که میتونید بکنید مکان رو ترک بکنید. یعنی اگر قبلن تو رابطه زناشویی شما درگیری وجود داشته، درگیری فیزیکی وجود داشته، درگیری لفظی وجود داشته و احتمال اینو میدین که تو این موقعیت ها برای ما خودمون ولی تو موقعیت ها قرار میگیریم، عیار دستمون هست، یه جایی انگار حس میکنیم یه جا کجا قراره که من دیگه انگار میگن کاسه صبرم لبریز بشه، کجا قراره که کنترلم از دست بدم. هر جایی که احساس کردین داریم به اون نقطه نزدیک میشین، مکان رو ترک بکنید. بین توی یه اتاقی بشینید. عجله نداشته باشید. همون موقعی که استراب یا چالشی یا تنشی اتفاق افتاد، قرار نیست همون لحظه همه چی رو شما حل و فصل بکنید. به عبارتی منظورم اینه که عجله نکنید. اگه میخواین چیزی بهش بدین اشکال نداره، حرفتون رو نگه دارین، نترسید. بلافاصله گفتن حرف ها، بذار اینجوری بگم که حرف ها کپک نمیزنه، بیات نمیشه، نگهش دارین، برین فکر بکنین روش. میگم مکان رو ترک بکنین، فکر بکنین. به اون فضایی که تنش رو ایجاد کرد فکر بکنید. چه حسی من تو اون فضا داشتم؟ همسرم چه حسی داشت؟ چرا این حس به هم دست داد؟ چون ماجرا اینه که وقتی یک درگیری اتفاق میفته، مثلا میگیم 5 دقیقه، 20 دقیقه، 1 ساعت، مطمئن باشین که به سر این درگیری قبلتر از این 1 ساعت چیده شده، گذاشته شده. اول نگاه کنیم ببینیم که این بستر کجا گذاشته شد؟ چه عواملی دست به دست هم داد که شما رو رسوند به این نقطه؟ بعد که همه اینا رو کاملا نشستیم فکر کردیم با خودتون، طرف مقابل رو فهمیدید، خودتون رو بذارین جای طرف مقابل، این به شدت کمک میکنه بهتون. و من اکیداً توصیه میکنم که تو دعواهای اینجوری ما خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم، عوض اون فکر بکنیم، حسای اون رو درک بکنیم. اینجوری این فضا ما کمک کنه که حال اونم بفهمیم، حس اونم بفهمیم، بتونیم به اونم حق بدیم همونجوری که به خودمون حق میدیم. و این باعث میشه که فضا بینتون فضای همدلانهی، فضایی پر از ادراک متقابل، فضای همحسی، فضای همدردی بیشتری بینتون شکل بگیره.